به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. عطا محمد نور، کاخ بلند ادبیات فارسی دری ودا کرد: از شما دو چشم یک تن کم و از شما خرد هزاران بیش. خبر تلخ، جانسوز و اندوهبار در گذشت کاخ بلند ادبیات فارسی دری استاد محمد اعظم رهنورد زریاب سبب تأثر و اندوه فراوان گردید. امروز حوزه ادبی فارسی دری یکی از ستونهای استوار خود، افغانستان یکی از بهترین نخبه ها و من یکی از خوبترین دوستان خود را از دست دادم. استاد زریاب نویسنده داستانها و رمانهای معروف، دانشمند کم مدعا، انسان حلیم، متواضع و استاد مسلم بخش بزرگ از نویسنده های عصر کنونی بود. او با خلق آثار ارزشمند و تلاش بی نهایت در زمینه رشد زبان و ادبیات و مبارزه آرام با تهاجم فرهنگی، نامش را ثبت تاریخ زرین کشور و حوزه ادبی نمود. استاد زریاب با حسرت ناتمام گذاشتن برخی ایده هایش چشم از جهان فرو بست و همه را در ماتم از دست داشتنش نشان. با آنکه برای مداوای استاد از نخستین لحظات بیماریش با شمار از مقامات حکومتی و دوستان تمام تلاش را انجام دادیم، اما سفر استاد در همینجا پایان یافت. در گذشت این فرزانه نامدار، انسان اندیشمند و فهیم را به جامعه فرهنگی ادبی و خانواده گرامیش تسلیت عرض نموده، روانش را شاد، جایگاهش را بهشت برین آرزو می کنم. انا لله و انا الیه راجعون. همچنین در خبر دیگر، جلسه 8.5 نیز آغاز به کار کرد. افغانستان ما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در تویت از آغاز جلسه 8.5 بر ریاست رئیس جمهور به هدف مدیریت مبارزه با موج دوم کرونا خبر داده است. وی نوشته است: بر اساس تصمیم تازه کابینه، پس از این رهبری حکومت هفته دو روز یک شنبه و چهار شنبه جلسه های تصمیم گیری را با وزارت صحت و نهادهای مسئول در این زمینه خواهند داشت. با سرد شدن هوا، موج دوم کرونا گسترش یافته است که در روزهای اخیر روزانه به طور اوسط 15 تن تلفات داشته و تقریبا روزانه 200 تن دیگر را مبتلا می سازد. حدود 1.5 جلسه 6.5 بر ریاست امرالله سالی، معاون نخست ریاست جمهوری، برای بهبود امنیت شهر کابل تحت عنوان میثاق امنیتی آغاز به کار کرد. به نقل از اشتصاب وزیر امور خارجه، پرونده بدرفتاری نیروهای استرالیایی با غیر نظامیان توسط گروه کاری مشترک بررسی شود. وزارت امور خارجه کشور برای بررسی ادعای بدرفتاری نیروهای استرالیایی با غیر نظامیان خواهان ایجاد یک گروه مشترک کاری شده است. وزارت امور خارجه کشور روز پنجشنبه 19 قوس با نشر خبرنامه گفته است که محمد انیف اتمر وزیر امور خارجه با ماریس پن وزیر خارجه استرالیا در مورد پیشرفت‌های صلح و پیگیری تحقیقات مبنی بر بدرفتاری نیروهای این کشور با غیر نظامیان و زندانیان افغان تلفنی صحبت کرده است. طبق معلومات این خبرنامه، وزیر خارجه استرالیا در این تماس تلفنی گفته است که این کشور موضوع بدرفتاری را بسیار جدی گرفته و به گونه همه جانبه و مستقلانه در مطابقت با قوانین آن را دنبال و پیگیری می‌کند. او گفته است که این کشور از جریان تحقیقات و عملی شدن سفارشات بازرس ویژه این کشور در این زمینه دولت و مردم افغانستان را آگاه می کند. به نقل از خبرنامه وزیر امور خارجه کشور در این تماس تلفنی گفته است که از نحو رسیدگی مقامات استرالیایی به قضیه بدرفتاری نیروهای این کشور با غیر نظامیان و زندانیان افغان بسیار خوشنود است. آقای اتمر افزوده است که شمار از خانواده های متضرر با مراجعه به حکومت امکان اقامه دعوا را در مراجعه قضایای استرالیا مطرح کردند. با این حال اتمر برای رسیدگی بهتر به این قضیه و سایر مسائل مرتبط ایجاد یک گروه کاری مشترک از سوی مقامات افغانستان و استرالیا را پیشنهاد کرده است.
این وزارت در خبرنامه نوشته است که وزیر خارجه استرالیا پیشنهاد آقای ادمت را یک مفکوره خوب دانسته و گفته است که به سفیر این کشور در کابل دستور می دهد تا با مقام های افغانستان بحث و تبادل نظر کند. گفتنی است که وزارت دفاع استرالیا چند پیش گزارش تحقیقی را به نشر رساند که در آن از تخطی جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان پرده برداشته شده است. بر اساس این گزارش نیروهای این کشور 39 تن را به شکل غیر قانونی کشتند. به نقل از اشت صبح، خط آهن خواف ایراد گشایش یافت. خط آهن خواف هرات در مراسم رسمی روز پنجشنبه 20 قوز گشایش یافت. در مراسم گشایش این خط آهن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کردند. به دستور رئیسان جمهور افغانستان و ایران از مسیر خط آهن خواف هرات یک قطار از منطقه خواف ایران به سوی هرات حرکت کرد و یک قطار دیگر محموله های صادراتی افغانستان را از ایستگاه خط آهن روزنک ایراد به ایران انتقال داد. از دید مقام های ارشد حکومت های دو کشور این مسیر می تواند سهولت های زیادی را در بخش حمل و نقل کالا و مسافر میان دو کشور و نیز کشورهای منطقه ایجاد کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم گشایش این خط آهن گفت که کالاهای افغانستان از طریق این خط آهن به کشورهای اروپایی خواهد رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در سخنرانیش در مراسم گشایش خط آهن به سهولت‌های این مسیر برای افغانستان اشاره کرد. رئیس جمهور غنی گفت که خط آهن مؤثرترین، مفیدترین و ارزانترین سیستم ترانسپورتی در قاره آسیا است و انقلاب ترانسپورتی به شمار می‌رود. قرار است فاز چهارمین خط آهن از روستای روزنک ولسوالی غوریان هرات به سوی میدان هوایی و شهرک صنعتی هرات با کمک مالی کشور ایتالیا ساخته شود. روند ساخت خط آهن خواف هرات در سال 1385 خورشیدی آغاز شد و قرار بود طی 3 سال به پایان برسد، اما به دلیل مشکلات امنیتی در خاک افغانستان و مشکلات اقتصادی ایران با بیشتر از 10 سال تأخیر این خط آهن امروز گشایش یافت. گوینده یک تلویزیون خصوصی در حمله افراد مسلح در ننگرهار جان باخت. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند افراد مسلح ناشناس ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون محلی انعکاس را با راننده اش ترور کردند. با گزارش اسپوتنیک عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید این رویداد حوالی ساعت 7 بامداد امروز پنجشنبه 20 قوز در حوزه 3 امنیتی شهر جلال آباد هنگامی رخ داد که ملاله میوند با محمد طایر رانندهش به سوی دفتر کارش در حرکت بود. تا اکنون شخص یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مسئولان تلویزیون انعکاس میگویند که ملاله میوند را رانندهش هنگام داخل شدن به دفتر هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. گفتنی است که اسم اصلی وی گلسوم بوده است، اما به دلیل تهدیدهای امنیتی که متوجه او بود اسم ملاله میوند را انتخاب کرده بود. حدود یک ماه پیش الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در نتیجه انفجار ماین در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. واکنش ها در مجلس به واگذاری پروژه سنجش کیفیت نفت و گاز به یک شرکت هندی. چگونگی واگذاری پروژه سنجش کیفیت نفت و گاز مایع به شرکت هندی TSRC با واکنش ها انتقادات در مجلس نمایندگان روبرو شده است. با گزارش سپوتنیک به نقل از تلونیوس شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند این شرکت هندی سال پار به علت نداشتن امکانات و فریبکاری از سوی رئیس جمهور بسارن ولی معرفی شده بود. این نمایندگان میگویند که با این قرارداد صدها میلیون دلاری که باید به خزانه دولت واریز شود حیف و میل می شود. فدا محمد الفت سال یکی از این نمایندگان گفت شرکت TSRC که قطعا وجود ندارد چند تا دزد یک جا شده و می خواهند دارایی عامه را به تاراج ببرند. استاد حنیف عضو دیگر مجلس نیز افزود این شرکت مشوره دهی است، لابراتواری نیست، این شرکت تخصص در ساحه تست ندارد. شمار از اعضای مجلس عملی شدن پروژه سنجش نفت و گاز را از سوی شرکت TCRC برخلاف منافع کشور می گویند.
دوستان عزیز از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد الله نگهدار.